یکی از دوستان اونجا اشاره کردش که بابک قبلا مشروط خواه بود و طرفدار آتئیست، نکنه که شما بابک رو خریدید. دوست عزیز، من همچنان مشروط خواه هستم و همچنان قبل از لایو بچه ها میگفتم غالبا ترامپ رو دوست دارم، کاری هم به مسائل دیگه ندارم. حالا هر کس هم میخواد هر چقدر نقد ترامپ رو بکنه، من غالبا از ترامپ خوشم میاد. و اینکه اریک جان گفتی فکت، این فکتایی که داری میگه از کجا در میاد؟ من برام سواله که مثلا میگه آقا این فکت الان برای شما فکته، آیا فکر نمیکنی که 5 سال دیگه 10 سال دیگه وقتی که این به حساب من، چون دارم عملا ماهایی که طرفدار ترامپ هستیم داریم میبینیم که ترامپ عملا بایکوت خبری شده، تو هیچ جایی اسمش نیست، سوشال میدیاش بسته میشه، به حساب توییتاش مخفی میشه این وسط، این فکتی که صحبت میکنی از کجا میاد؟ من از بخوام منظورت از فکت دقیقا چیه؟ یعنی چی؟ نه اینجایی که میفهمه که یه ادعایی کرده، یه ادعایی ترامپ میکنه، میگه که این تقلب ها شده، بعد رفتن یه ادعایی گشتن دیدن که نبوده. بله. خب اینو کی گزارش داده که نبوده؟ شما از کدوم رسانه اینو شنیدید؟ خب چند درصد رسانه های آمریکا طرف چپ نیستن، چپی نیستن؟ چند درصدشون مخالف ترامپ به حساب هستن یا نیستند؟ خب ما اصلا رسانه مستقل داریم داخل آمریکا؟ ببخشید دوستان من اینو میگم، من نه علوم سیاسی خوندم نه تو این قضیه کارشناس هم چیزی بوده، دقیقا به عنوان یک فرد عادی دارم سوال میپرسم. خب چند درصد چی هست؟ میتونی برای من باز کنی این مسئله رو؟ بله ببینید باباشن، درست رسانه ها خب هیچ وقت نمیتونن کاملا بی‌طرف باشن، همینطوره، یعنی همیشه یک سوگیری دارن. حالا شاید چند تا رسانه باشه که بشه گفت نزدیک به این هستن که سوگیری نداشته باشن، سوگیری سیاسی حالا یا در مورد فکت سوگیری نداشته باشن. ولی خب آره سوگیری دارن، شاید سی ان ان نمیدونم اونا دیگه هم همینطور باشه و مخالف ترامپ باشن. اما چیزی که هست در مورد فکت میگم، فکت یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که مطابقت با واقعیت داره دیگه. یعنی شما وقتی میخوای ببینی چیزی فکت هست یا نه، تستش میکنی در مقابل واقعیت، یعنی در مقابل اون چیزی که اتفاق افتاده که ببینی با این مطابقت داره یا نه. مثلا در مورد تقلب، مثلا ترامپ میاد میگه که در جورجیا آقا این همه رای عوض شده و مقامات اونجا تقلب کردن. وقتی ما میبینیم مقامات اونجا جمهوری خواه هستن و طرفدار ترامپ هستن و این قضیه بر نمیگرده به دیروز و پریروز، این افرادی که من میگم شناسنامه دارن دیگه، این اون فردی که فرماندار شده در جورجیا یا مثلا وزیر داخله شده یا چیز دیگه شده، 100 تا مقام دیگه، اینها افرادی هستن که شناسنامه دارن، سالهای سال در حزب جمهوری خواه بودن، سالهای سال از ترامپ حمایت کردن در این حالا در این دوره از ریاست جمهوریش. اینا کسانی نیستن که شما فکر کنید مثلا چپ هستن یا دموکرات هستن یا نمیدونم فلانی خریدتشون، اینا افرادی هستن که شناسنامه دارن و اینا وقتی میان میگن آقا من برگزار کردم انتخابات رو در این ایالت، نمیگه کسی دیگه برگزار کرده و من بهش اعتماد دارم، میگه من برگزار کننده انتخابات هستم و وقتی شما ادعا میکنی که اینجا اینقدر تقلب شده داره به من میگی که تقلب کردی، اما من تقلب نکردم. یعنی میدونین خیلی واضحه این قضیه که یارو خودش که طرفدار ترامپه به ترامپ میگه آقا بس کن، چی داری میگی؟ برگزار کننده انتخابات من بودم که طرفدار تو هم، تو چطور به من میگی که من تقلب کردم؟ من یه چیزی فقط سریع بگم، من فکر کنم من به فرید گفتم نظرش احمقانه است، ناراحت شده که من چرا بهش گفتم احمق. فرید جان من به تو نگفتم احمق، من ناراحت نشو، من نظرتو گفتم احمقانه است، همه نظرهای احمقانه دارن، هر کس هم هیچ کسی اصلا من فکر نکنم وجود داشته باشه که یه نظر احمقانه وجود یه نظر احمقانه نداشته باشه. خب ناراحت نشو، من اینجوری رو کراس حرف میزنم. خب شرمنده اگه ناراحت شدی. یه چیزی هم من به بابک بگم، بابک تو باید برای جواب به این سوالت باید هر کدوم از این ادعاها رو جدا جدا چک کنی که ببینی چه جوری تو هر کسی یه ذره هر کدوم از این ادعاها ساختنش 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی وقتی بری نگاه کنی که ببینی که واقعا ادعاشون درسته یا نه، یه ذره مثل 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه. یعنی همین جوری میان ادعا میبافن، ولی اینکه بری نگاه کنی ببین حرفشون درسته یا نه خیلی بیشتر طول میکشه تا ساختن این ادعاها. خب ولی هر کدومش فرق داره که ببینی که ما این فاکتور از کجا آوردیم، توضیحش مقدار طولانی تره، ولی هر کدومش هم جوابش با بقیه فرق داره. مثلا اینکه مثلا میگه که آها این خانم نگاه کنین مرده بوده ولی رأی داده، یعنی این آقا
بعد میرن نگاه میرن دقیقا دم خونش، خانم میگه نه من بودم، اسم شوهرم استفاده کردم. یعنی رفت اصلا بود، اصلا هست، هست اونجاست، میتونی بری به خودت هم بری ببینی. خب من مثلا اینایی که ویدیو دارن که میگن این رأی رو از زیر میز در آوردن، یه باکس بوده رأی رو از زیر میز در آوردن، نگاه میکنی بقیه دور نگاه میکنی میگه کلی باکس های رأی دیگه هم همونجا هست. خب بعضیش معلوم، بعضیش گذاشتن روی میز، بعضیش گذاشتن زیر میز. اینا میگن که این مدرک برای اینکه رأی از زیر میز در آوردن. بعد میام میگه که ای نگاه کنین اینا رأی های ترامپ بوده همش باطل شده، ویدیو اومده میگن که نگاه کنین رأی ها برای ترامپ بوده همش باطل شده. میری نگاه میکنی اونایی که باطل شده همش اونایی بوده که مشکل، یعنی مشکل واقعی داشته، مثلا اسمشون رو بد نوشته بودن، امضاشون درست نبوده، یه جایی که اشته تک تکشون رو هم تو همون ویدیو هم که گذاشتن نگاه میکنی میبینی که دقیقاً اینا رأییه که به حق باطل شده بودنه. بعد یه ویدیو گذاشتن، یه ویدیویی که چهار نفر اومدن گفتن ای نگاه کنیم ما این رأی رو پیدا کردیم تو آشغالدونی، نگاه کن این یه رأی برای ترامپ بوده، این رأی اینا چرا تو آشغالدونیه. پس این اسپاید میگه که خب این ویدیو رو کی گذاشته؟ اینا هر کسی منم میتونم برم توی یه مش رأی باطل شده رو بردارم بیام نگاه کنم، بیام اونایی که ترامپ رو، اونایی که برای ترامپ رو بیام به دوربین نشون بدم، میگن نگاه کن اینا همش که باطل شده همش برای ترامپ بوده. هر کسی میتونه ویدیو رو. اینو میگن به این میگن سند. بعد مثلا این افیدیوید به فارسی چی میشه میدونین؟ افیدیوید فکر میکنم همون مثلا شکایت نامه یا همچی چیزی میشه. شکایت نامه میگن که سندتون چیه؟ میگن نگاه کنیم ما 1,000,000 شکایت نامه داریم. خب مگه شکایت نامه مگه سنده؟ میرین تک تک اینا رو میخونید، اصلا انقدر مسخره. ببینید تعداد زیاد شکایت نامه تازه نشون میده که چقدر استاندارد قبول کردن شکایت نامه شون چقدر پایینه که همه اینا رو قبول کردن. برای اینکه وقتی یک تک تک اینا رو میرین میخونید، میای نگاه میکنید اصلا واقعا مسخره است. میگه که من میخواستم برم به زور درو باز کنم، عکس بگرفتم نذاشتن، انداختنم بیرون. خب مگه معلومه که میندازنت بیرون؟ جرم اصلا توی جایی که دارن رأی شماری میکنن بخوای بری تو عکس بگیری، تو اصلا مسئول نیستی که بخوای بری شکایت نامه. بعد شکایت میگن اینا سنده، یه میگن ما کلی از اینا داریم. شکایت نامه که سند حساب نمیشه. اینا این یک کلمه آدم احمق اومدن برای شکایت نامه فرستادن، تعداد اینا رو حساب میکنی برای سند؟ ببخشید یعنی سند اینجوری که داری شما میفهمید در انتخابات که شاید عملا تقلبی نشده، تقلب اگر هم شده بسیار بسیار ناچیز بوده، کوچیک بوده. خب و سندی هم براش به اون صورت نیست. ببین نگاه کن برای تک تک، ببین ادعایی که اگه بخواد بشه تو همچین مسئله بزرگی فکر میکنی سندسازی براش سخته؟ اون کسی که بخواد این قضیه رد بکنه، اون ادعا رو بخواد رد بکنه، بخواد ثابت کنه که تقلب نبوده، میتونه راحت سندسازیش هم بکنه، چون اینقدر دستای بزرگ پشتش هستش که بتونه سندسازی کنه یا خیلی از ادعا رو رد کنه. بابکشن ببین، وقتی شما برگزار کنندگان انتخابات جمهوری خواه هستن و طرفداران ترامپ و ناظرین به این، وقتی شما شکایت میکنی، وقتی تیم ترامپ شکایت میکنه میره به دادگاه. حالا دادگاه کیه؟ قضاتی هستن که توسط ترامپ کاندیدا شدن و توسط سنای جمهوری خواه تایید شدن، یعنی کسانی هستن که مخالف دموکرات ها بودن و دموکرات ها با چنگ و دندان جنگیدن تا اجازه ندن اینا در واقع قضات فدرال بشن، اما خب اکثریت نداشتن و ریاست جمهوری دست جمهوری خواه بود و اینا تونستن عرضم به حضورتون تایید بشن به عنوان قاضی، یعنی قاضی هایی که مورد تایید جمهوری خواهان هستند و توسط اونها انتخاب شدند و توسط اونها تایید شدند. همین کیس یعنی شکایتی که تیم ترامپ از رفقای جمهوری خواه خودش در جورجیا و در آریزونا میکنه، میره به قضات مختلف. تازه یکی دوتا هم نه، مثلا 50 تا کیس اینا رفتن، اکثرشون کسانی بودن که قاضی های برگزیده ترامپ بودن. میره کیس میره جلوی اونها، این قاضی میگه آقا شما این حرفایی که میزنی سندت چیه برای این حرف؟ هیچ سندی ندارن. و همه اینها با در واقع در خیلی زمان کمی همه اینها رد شد. و وقتی به دیوان عالی شکایت کردن، نهایتاً ایالت تگزاس و چندین ایالت دیگه با همکاری مثلا نمایندگان کنگره، 110 نماینده کنگره، اینا در نیم پاراگراف جوابش رو دادن و گفتن شما اصلا اینجا استندینگ نداری، شما اینجا حق شکایت نداری. و در خیلی موارد دیگه گفتم شما هیچ سندی نداری، شما چطور انتظار داری از ما کیست رو بررسی کنی بدون اینکه هیچ سند محکمه پسندی ارائه بدی؟ یعنی شما وقتی اینها رو میبینی چطور میتونی بگی که فکت یعنی چی؟ این چیزهایی نیست که مثلا قضات چپگرا گفته باشن یا مثلا دعوا در واقع بین دموکرات و جمهوری خواه نیست، در واقع دعوا بین جمهوری خواه و ترامپ هست، یعنی جمهوری خواهانی که
تا دیروز دوست و رفیق خودش بودن، منتخبین خودش بودن، همونها انتخابات رو برگزار کردن و همونها به عنوان قاضی بررسی کردن ادعای تقلب رو. یعنی شما این رو نمیتونید در واقع مد نظر قرار ندید. اما یک مورد میخوام راجع به اون ویدیوها بگم. اولا ببخشید، یعنی من ببخشید من بگم، پس دارین فهمید که این سیستم امکان نداره توش باگ باشه؟ و به اضافه این که ببینید، خب الان دقیقا شما که اینو میگه همون جمهوری خواه هستن به علیه خود ترامپ، خب کاملا مشخصه الان اولا که یه عده هستن الان بعد نه خب صحبتی که شما فرمودی، من نگفتم بر علیه ترامپ هستن، من گفتم اینها قضاوت کردند ادعای ترامپ رو، یا اینها کسانی بودن که منتخب ترامپ بودن و دوستان ترامپ بودن و نزدیکان ترامپ بودن و اینها دارن میگن آقا شما ادعاتون بی اساسه. یعنی شما هر چقدر با یکی دوست باشید وقتی در مقام قضاوت قرار میگیری انقدر ادعا بی اساس هست که اصلا نمیتونی بررسی کنی، میگی آقا این اصلا چیه داری میگی، یعنی حرف شما خیلی بی اساسه. یعنی منی که رفیقتم هم دارم بهت میگم که داداش حالا بی خیال، اینجوری دارم میگم من، نه اینکه بر ضد ترامپ باشن و اینها. نه تویی که رفیق منم هستی هم که احتمال نداره اصلا خریداری بشی، یا به عنوان مثال اون طرفی زیرمیزی شی. هر چند نفر ببین به تناسب جمعیت آمریکایی حساب میکنیم که چند نفر، هر چقدر میتونه باشه، شرایط رو نگاه میکنه جان. بابا جان در واقع یه تیغ اوکامز ریزر شما در نظر بگیرید، یا این دو تا توضیح ما داریم در واقع در اینجا. اتفاقی که افتاده رو من به شما گفتم، الان دو تا توضیح داره. یکیش اینه که همه اینها، همه مقامات محلی، مقامات ایالتی، مقامات خریداری شدن، برگزار کنندگان انتخابات که دوستان و نزدیکان ترامپ بودن و قاضی ها هم خریداری شدن که اومدن در واقع برخلاف حرف ترامپ و دوستانش رای دادن. یا در واقع توضیح دومش این هست که نه، کسی اینجا خرید و فروش نشده، بلکه ادعا انقدر مضحک و بیاساس بوده که حتی دوستان ترامپ هم اهمیت ندادن بهش، اونهایی که برگزار کننده بودن، و در واقع مجبور شدند که به واقعیت وفادار بمونند و نه دوستشون که ترامپ باشه. به نظرت کدومش منطقی تره؟ من اینو میگم که من از نظر من به این صورته که ببین این حالا جمهوری خواه رو کلن در نظر بگیریم، یه دونه زنجیره باید در نظر بگیریم، مثل مورهای زنجیر همه به هم دیگه وصلن. خب درست من میگم این وسط یک نفری، همین چپیا یا هر عامل خارجی یا درونی داخلی، عملا اومد یکی از اون مهره ها رو اومد حذف کرد. خب وقتی که اون مهره حذف بشه عملا خب اون زنجیر هم از هم باز میشه. این در مورد این قضیه ادعا که داری میکنی درسته. من میگم شاید یک این وسط، نه همه قضات، نه همه به حساب سناتورها یا کسایی که داخل به حساب تو جمهوری خواهم بخواه حرفی به حرفی برای زدن دارن، همشون نه، یکی یا دو تا از این افراد مهمشون خریداری شدن. این حرفایی که تو میزنی تنها موقعی احتمال داره که میدونی چند نفر باید همکاری بکنن، چند نفر با هم صداشون در نیاد، چند نفر با هم چرا نباید. تئوری که تو داری میدی، ببین یه چیز بگم، این تئوری های توتهی هم که خیلی دیگه میدن درباره مثلا مون لندینگ، درباره 9/11، همشون اینجوری هن. یعنی یه قدرت خدایی برای این گروه های توی کنترل اصلا تصور میکنن که واقعا اگه تونستن همچین کاری رو بکنن که ما اصلا باید تسلیم شیم. میدونی ازم چیه؟ یعنی با اینا خدان. و بعد اگه بیان نگاه کنی روش های تقلبی که بعد اینا میان میگن نشون میدن که چجوری فهمیدن، یعنی چجوری تونستن یه همچین تقلبی بکنن که این همه رفته کسی ندیده. ولی اینا چیزایی که اثبات میان میکنن که نشون میدن که تقلب شده، مثلا اینه که نگاه کنید این رأی رو ما پیدا کردیم تو آشغالدونی که اینا برای ترامپ بوده انداختنش بیرون. یعنی اینا که انقدر تونستن توطئه بکنن، حواسش نبوده که اینا تو آشغالدونی بیرون توی هر کسی دسترسی داره نندازن. یعنی اینا که میتونن بیان مثلا تو ماشین اینجوری یه دکمه بزنن همه رأی رو، هم رأی همه آدم رو عوض کنن، مجبور بودن بیان رأی بنویسن برای کسایی که مردن که هر کسی بتونه بره دنبال بکنه ببینن آدمای مرده دارن رأی میدن. یعنی اینا اصلا ببین مثلا همین 911، یعنی اگه مثلا کسی بخواد بگه این 911 مثلا واقعا خود آمریکا بوده، تعداد کسایی که باید با هم همکاری بکنن، دولتی رو داریم میگیم که هر موقع خواست یه چیز رو مخفی بکنه لیک شده و همه فهمیدن، هیچ وقت موفقانه نتونسته چیزای کوچیک‌تر رو نگه داره، همه فهمیدن. ولی یه چیز به این گندگی رو چند صد هزار نفر باید با هم همکاری کنن که هیچ کدومشون هم حرف نزنه،
بعدش هم رکورد اینا رو باید نگاه کنیم آخه بابک جان. حتی ببین تو اگرم بگم تقلب شده، خب مثلا فرض کنیم تقلب شده، ما میگم که مدرک ها رو نگاه کنیم، مدرک اولی رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا مسخره است، مدرک دوم رو نگاه میکنیم میبینیم میگردیم که اینم خب مسخره است، بعد تا صدامیش میرسیم میگه بابا میگم که اینا هم هر چی من دارم نگاه میکنم شما واقعا مدرکاتون اصلا بچگانه است، اصلا که یه ذره ریسرچ بکنی میفهمی که همش چرت و پرته. بعد که من 101 میشو مگه من وقت مگه مرض دارم بیام 101 میشم چک بکنم؟ میگه نه این یکی حالا هست. خب اینا تو هزار تا ادعا میکنن میان میندازن بیرون، هر کدومشون 5 دقیقه طول میکشه درست کنن، تو هنوز شماره 6 هم رسیدی که این نشون بده که چرا مسخره است، اینا رسیدن به شماره 200 برای اینکه کار تو بعد از این مدتی که نشون دادیم که بابا جون شما همتون ببین مثلا نگاه میکنیم میگن که اصلا یادشون میره حرفای اولیه که داشتم میذارم، برای اینکه تو هر روز سرت گرمه که اونا نشون میده چرا مسخره است، اینا اصلا دیگه موضوع بحثشون عوض شده. مثلا اون مدرکای اولیشون چی بود؟ کسی یارو بود که پروژه وریتاس تو پست آفیس رفته بود گفت من دیدم که اینا دارن مثلا بک دیت میکنن رأی‌ها رو که تاریخش عوض بکنن که بتونن بشمارن، رفتن بهش صبح خودش رکوردینگ خودشو که بری ضبط کنی که چی گفته، میگه که من از حرفی که زدم اینجوری به نظرم رسید که منظورشون این بود. بعد ازش پرسیدن خب الان این حرفو زدن یا نزدن، بعد میگه نه من از این حرفی که زدم این برداشت داشتم و هیچ وقت هم این حرفو دقیق نزدن، ولی اینو کرده بودن اون اوایلش که میگفتن تقلب شده، این حرف این شخصو کرده بودن یکی از بزرگترین مدارکشون. خب اینا رو ما چجوری کی میتونه اینا رو جدی بگیره بابک جان؟ بفرمایید شما کدوم خدمتتون. ببینید حالا برگزار کنندگان اون ایالت‌ها که گفتیم جمهوری خواه بودن، قضاتی که نظارت کردن نهایتاً و قضاوت کردن در این مورد که چندین خب کیس قضایی شد نهایتاً رفت به دادگاه ها که اونا هم اکثرا جمهوری خواه بودن و منتخبان ترامپ، این به کنار وزیر دادگستری یا دادستان کل آمریکا که باز منتخب ترامپ هست و دوست نزدیک ترامپ هست که همه میدونن بیل بار که خیلی حمایت کرد از ترامپ در مورد اون تحقیقاتی که میشد راجع به ترامپ و قضیه استیضاح ترامپ، خب همه میدونن که واقعا بیل بار سنگ تموم گذاشت برای ترامپ و یه جور مثل وکیل شخصی عمل کرد برای ترامپ، خیلی براش تنگی تمام گذاشت، واقعا این قابل انکار نیست و خود ترامپ هم بارها تشکر کرد ازش. بیل بار چند روز پیش اومد گفت که ما بررسی کردیم، وزارت دادگستری آمریکا بررسی کردیم و هیچ مدرکی نیافتیم که نشون بده که تقلبی شده در سطحی که بخواد نتیجه انتخابات رو تغییر بده، به خاطر همین هم در واقع اخراج شد همین دیروز پریروز و در واقع از کارش برکنار شد یک ماه قبل از اینکه تموم بشه. فقط اون هم نبود، یعنی از دولت خود ترامپ فقط اون نبود، یک نفر دیگری بود به اسم کریس کرپس که اون هم در واقع توی وزارت امنیت داخلی مسئول قسمت فکر کنم امنیت سایبری یا یک همچین چیزی بود و گفت اعلام کرده بود که این انتخابات امن‌ترین انتخابات در طول تاریخ آمریکا بوده، او رو هم ترامپ اخراج کرد به محض اینکه این حرف رو زد. یعنی بابک جان واقعا این حرفی که شما میزنید که آقا همه خرید و فروش شدن و اینها، یا اینکه نه ترامپ داره یک ادعای مسخره ای میکنه و همه دارن بهش میگن خب بیخیال شو بررسی شد اینا این درست نیست و نمیخواد قبول کنه و یک ادعای دیگه حالا از هموطنان ما هم همقطار ترامپ شدن و نمیخواد قبول کنه. به نظر خودت کدومش در واقع محتمل تره و کدومش منطقی تره؟ ببین اریک جان من اینو عرض میکنم خدمتت، من به هر حال خودم برای ساکن تو یک منطقه هستم که اکثرا همه چپم و دارم میبینم که برخوردشون نظرشون نسبت به ترامپ تو این 4 سال گذشته چی بوده، خب و میبینم که چی جوری همینجا تو روزنامه ها میان ترامپ رو مسخره میکنن، حتی حرفایی که به حق داره میزنه، خب یا چی جوری بایکوتش میکنن این وسط. خب ببین نگاه کن، بس از مسئله اصلی من وقتی میگیم انتخاباتش تقلب شده به این دلیل میگم که مهمترین انتخابات رئیس جمهوری عملا که رئیس جمهور آمریکا حالا هر کس باشه مهمترین تاثیر رو تو کل این به حساب کشورا میزنه، به حساب داره عملا. خب فرق نمی کنه چه برای چین باشه بزرگ اون کشور با اون اقتصادش، چه برای ایران یا چه برای کشور خیلی کوچیک.
خب هیچ کدوم از این تمام این کشورها ساکت نشستن موندن مردم آمریکا انتخابات صحیح بدون تقلبشون رو انجام بدن ببونن که اون رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه بیاد و هیچ کدومشون در پی منافع خودشون دستکاری توی انتخابات نمی کنن؟ ببین بابر جان من یه سوال از شما بپرسم، معمولا در طول تاریخ وقتی تقلبی اتفاق میفته آیا این اپوزیسیون هست که تقلب میکنه و قدرت رو از دست حکومت میگیره یا نه این حکومت هست که معمولا تقلب میکنه و اجازه نمیده که اپوزیسیون مثلا با به صورت مسالمت آمیز بیاد بر سر کار؟ مثلا در سال 1388 تو ایران وقتی ادعا میشد تقلب شده، اپوزیسیون یعنی مخالفین داشتن دولت مستقر و حکومت مستقر رو متهم میکردن به اینکه تقلب شده، حالا چه به غلط چه به درست. ولی در آمریکا خیلی جالبه، دولت فدرال جمهوری خواهه و ترامپ خودشه، دولت ایالتی جمهوری خواهه، قضات یعنی قوه قضاییه جمهوری خواهه و در واقع قاضی های خودش، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی مال دولت خود ترامپه. اینها هستن که دارن انتخابات برگزار میکنن و اینها هستن که دارن میگن که انتخابات سالم برگزار شده. چطور شده که اپوزیسیون اومده و دولت مستقر رو هم در سطح محلی و هم در سطح فدرال در واقع شکست داده و تقلب کرده بر ضد دولت مستقر؟ یعنی واقعا چنین چیزی اصلا من حالا خارج از این تک تک که ما بخوایم بررسی کنیم که آقا این ادعا اینجوریه این ادعا اونجوریه، واقعا من متوجه نمیشم. من دوست دارم واقعا یکی از دوستان به من توضیح بده که چطور ممکنه در جایی اپوزیسیون بیاد تقلب کنه و نه دولت و حکومت مستقر. اصلا چنین چیزی نمیدونم تو کت من نمیره. مگه میشه اینه که مثلا تو سال 88 فرض کن موسوی برنده میشد، بعد احمدی نژاد به موسوی میگفت آقا تو تقلب کردی؟ خیلی مسخره است. نمیدونم واقعا اینا چجوری توضیح میدن دوستان. دولت که دست ترامپه، دولت محلی که دست ترامپه، قوه قضاییه دست ترامپه، مجالس ایالتی دست ترامپه، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آدمای ترامپن. چطور شده که بایدن تقلب کرده؟ این چطور تونست این کارو بکنه؟ یعنی چقدر اینها عذر میخوام چقدر اینها احمق بودن و چقدر نابلد بودن و بیشعور بودن که یک نفر از بیرون اومده تقلب کرده بر ضد دولت، همون دولتی که انتخابات رو برگزار کرده. آقا این یعنی چی؟ من نمیفهمم واقعا. من عذر میخوام خیلی صریح دارم میگم، مگر میشه همچین چیزی؟ خب عزیزم اصلا خیلی راحت مشخصه دیگه، اگر قرار بود که تو بفهمی منم متوجه بشم این وسط کلا. خب این قضیه این تقلب رو شده بود دیگه، همه میدونستن دیگه تقلب بوده. اتفاقا مشخصه که کارشون خیلی درست بوده که ما الان داریم امروز در موردش هم صحبت میکنیم. هممون شما چرا اعتقاد دارید که اتفاق افتاده وقتی نمیدونید؟ متوجه نمیشید؟ خب به همون اندازه که شما اعتقاد دارین که اتفاق نیفتاده، ما هم اعتقاد داریم که اتفاق افتاده. خب ما شما برادر من دارم دلیل میارم. Burden of proof از شماست بابا، کسی که ادعا میکنه تقلب شده باید به سند بیاره. خب حالا ما از اون طرف باید دوباره داریم دلیل میاریم. ایشون فقط میگه که آقا نه مگه ما نمیدونیم و اینها. ولی خب اگه نمیدونیم که پس چی؟ پس تقلب، یعنی شما نمیدونی که تقلب شده دیگه. کسی که میگه تقلب شده باید سند بیاره بابا جان. ما سند رو چک میکنیم، مگه سندتون خوب بود باور کنید؟ ولی اگه 1,000,000 اگه بعد از این مدت دیگه آدم خسته میشه، هزار تا سند همین رو داریم میگیم که شما تو اون چک کردن سند ها هم داریم با اغماز داریم بهش نگاه میکنیم. مسئله ببینید بابا، اگه تو یه مقدار بیای نگاه کنی خیلی راحت. ترامپه، مسئله فقط اسم ترامپه. خب این ترامپ اگر شاید کسی دیگه بود این مسائل هم پیش نمی اومد، یا خود همون جمهوری خواهی جانم بگو. نه شما نظر وسط حرف بپرم. نه ببین این واقعا حتی کسایی هم که خود طرفدار ترامپ هستن بعضیشون دارن میبینن که واقعا ببین کسایی که مثلا طرفدار ترامپ هستن ولی مثلا قاضی هستن دارن سندها رو چک میکنن، اونایی که مثلا این آدمای کیوانان و اینا نیستن، خب اونا خودشون هم دارن به طور واضح ابجکتیولی دارن نگاه میکنن، میگن که نه سند واقعا وجود نداره. حتی کسایی هم که میگن تقلب شده به طرفدارانشون دارن میگن تقلب شده، ولی وقتی میرن تو دادگاه سند بیارن قاضیشون دارن میپرسن شما ادعاتون اینه که تقلب شده؟ میگن نه ما ادعامون یه چیز دیگه است. یعنی انقدر میدونن که سند ندارن که حتی تو دادگاه، چون دادگاه خب بالاخره با
حرفایی که به مردم خودشون میزنن اونجا دروغ بخوان بگن خیلی براشون سنگین تموم میشه. یعنی حتی کسایی هم که دارن به مردم به طرفداران ترامپ میگن تقلب شده، تو دادگاه که میشه این ادعا رو نمی کنن چون میدونن سند برای اون ندارن، یه ادعای دیگه میکنن به قاضیا و قاضیا اصلا بعضیشون اصلا دارن نگاه ببین هم دموکرات ریپابلیکن ها اصلا برو نگاه کن نظریه این قاضی هاشون همش از همه طرف میان میگم دارن جواباشون واقعا میگن شما دارین وقت دادگاه رو تلف میکنین، اینا چیه برای ما آوردین؟ یعنی حتی همون نیم ساعت اول که دارن نگاه میکنن اصلا بین میگن شما چجوری اصلا وکیل شدین، اینا چیه برای ما آوردین؟ یعنی اینا همشون دارن خود این وکیلایی که اینا دارن میرن تو دادگاه خودشون میدونن که اینا واقعا هیچ چیز چرت و پرته. یعنی اینا یه مصاحبه امیدوارن که ترامپ یه کاری براشون بکنه یه موقع، برای اینکه این ممکنه همه چیز لایسنس وکالتشون یه موقع از دست بدن به خاطر این کاری که الان دارن میکنن. ببین بابک خودت برو ببین یه کاری که کسایی که توهم رو دارن، کسایی که میخوان پروپاگاندا بکنن، به جای اینکه یک مدرک رو بیارن بچسبن بهش تا آخرش نشون بدن ریز ریز چجوری این اثبات میکنه که تقلب شده، خب میان بهت میخوان غرقت بکنن توی یک سیل ادعا. خب هیچ کدومش هم قوی نیستا، ولی تو اینقدر overwhelm میشی به خاطر تعداد ادعاشو، میگی خب حالا این درست نباشه اون درست نباشه، اینا الان این هم آوردن نصفش هم اگه درست باشه خب حتما تقلب شده. خب برای اینکه هیچ کدومش، ولی ببین تو هزار تا صفر هم با هم جمع بکنی هنوز میشه صفر. خب تو برو یکیشو بردار، یکی از اینا رو بردار، هر کدوم دوست داشتی. خب خودت برو اون یه دونه رو حسابی دقیق کن، برو تا آخرش بگر ببین که آیا واقعا این سند درست حسابی هست یا نه. خب اینجوری نگاه نکن که اینا چقدر هزار تا ادعا دارن و همشون با هم نگاه کن اوه چقدر زیاده، یکیشو بردار تا آخر برو نگاه کن که ببین چقدر آیا این ادعای درست هست یا نه.